سلام، جویزاده هستم. امیدوارم که از ویدیوهای قبلی ما خوشتون اومده باشه. بحث مقالمیس آیسا رو با خانم دکتر کاویانی دنبال میکنیم و اینکه پل‌های ارتباطی ما 09 با شما 0938 225 2774 و شماره ثابتی که اینجا میبینید، کتاب اصول نگارش مقاله علمی هم بر اساس اون داریم درس میدیم و اینو خریداری کنیم و کانال تلگرامی که در زیر کتاب نوشته ساین سعید جویزاده توی کانال تلگرامی ما حتما عضو بشید. اونجا خیلی این فیلم ها رو اونجا رایگان عرضه میکنیم و میتونید از تخفیف های کلاس ها و دورها و کتاب ها بهره مند بشید و اینکه انتقادات شما باعث دلگرمی ما است و امیدوارم که ما بتونیم سهمی هرچند کوچک در پیشرفت کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. خیلی ممنون از اینکه وقت میذارید و اینکه خودتون رو رشد و به پیشرفت برسونید. خانم دکتر خیلی خوش آمدید. توی ویدیو قبلا خیلی از شما استفاده کردیم. خب اگه تمایل داشته باشی خانم دکتر، ابتدا ما در مورد این صحبت کنیم که کی چه کسی مقاله را می نویسد. این خیلی مهمه. دقیقاً اول باید بدونیم که کی به کی میتونیم بگیم یک پژوهشگر واقعی و یک مقاله نویس واقعی، و بعد کسی که اون ویژگی ها رو داشت شروع کنه بشینه این مقاله خوب رو بنویسه که مورد قبول همه جهان قرار بگیره. خب همونجور که خانم دکتر گفتن، ما پژوهشگری رو باید اول تعریف کنیم که پژوهشگر به چه کسی میگن پژوهشگر حرفه‌ای. خانم دکتر خودتون دیدین دو کارگاه یا دو کلاس ها متاسفانه بعضی از اشخاص اسم خودشون رو پژوهشگر گذاشتن، ولی هیچ کدوم از قابلیت های پژوهشگری رو ندارن یا بعضا خیلی ضعیف عمل میکنن. نمیدونم چرا با این موافقید یا نه. دقیقا، یعنی فکر میکنن که پژوهشگر هستن، مثل خیلی ها که فکر میکنن دانشجو هستن، ولی اگه بخوایم یه تعریف دقیق از پژوهشگر یا دانشجو داشته باشیم واقعا شامل این گروه از افراد قرار نمیگیرن. حالا بهتره که ما پژوهشگری رو از اساس تعریف یونسکو بگیم که حالا یک سازمان نهاد جهانیه. خب خانم دکتر، یونسکو میگه پژوهشگر چه کسیه؟ پژوهشگر کسیه که اگه یادتون باشه ما اینو بررسی میکردیم که در چند مورد این ویژگی‌ها یه سری توانایی‌های خاص داشته باشه. یک پژوهشگر واقعی اولین چیزی که باید داشته باشه اینه که خلاقیت داشته باشه. پس میتونیم یکی از ویژگی‌های پژوهشگر بودن رو خلاق بودن مثال بزنیم یا عنوان کنیم. خانم دکتر این خیلی نکته بسیار مهمه، چون واقعا مقاله سراسر خلاقیته. خب بعضی از این دانشجوها به خلاقیت توجه نمی‌کنن، یه دنبال این نمیرن که خلاق بشن. بعضی اصلا مقالهشون رنگ و بوی خلاقیت نمیده. مگه میشه خانم دکتر کسی خلاق باشد ولی مقالهش خلاقیت نباشد؟ نه. آدمی که خلاقه مقالهش هم خلاقه، کتابش هم خلاقه، سخنرانیش هم خلاقیت، مکاتبات بین‌المللیش هم خلاق، کلاً خلاقیت در یک انسان میتونه تعیین نظرش. ولی حالا یه راهکار کوچولو اگه اجازه بدین خانم کاویانی بگیم که چه کار کنن که خلاق بشن. خیلی خب. عالیه، فکر می‌کنم همه به این نیاز داشته باشن. خب من یه تکنیک خیلی ساده میگم و اون این که از منطقه آسایش خودتون خارج بشید و ذهن شلوغی داشته باشید. حالا یعنی چی؟ ببین که صبح دانشگاه بری، زوری نهاری بخوری، اصلا یه کلاس بری، شب برگردی یه تلویزیون نگاه کنی و معذرت میخوام اصلا میخوام به خاطر سرویس بداشتی بری بعد به خواب بری، این بد نمیگن یک آدم خلاق. باید اون کسی که پژوهشگره اینقدر ذهنش شلوغ باشه، یعنی مثل کودک ها خودشو در روز به کارهای مختلف مشغول کنه، همیشه دل مشغول داشته باشه، به مقالهش فکر کنه، به کتابش فکر کنه، تکنیک یاد بگیره، فیلم نگاه کنه، ایمپیتر نگاه کنه، جلسه دفاع ارشد بره، دکترا بره، با استاد کار کنه، با یه استاد بین‌المللی در ارتباط باشه و هزاران کاری که باید در روز چیکار کنه انجام. همین کافیه، همین باعث میشه که شما به معنی خلاقیت برسید. دیگه چی بود خانم دکتر در طرف یونسکو؟ خب یکی دیگه از مهمترین چیزایی که به عنوان یک پژوهشگر میتونیم به ویژگی های پژوهشگر بپردازیم اینه که باید سخت کوش باشه. با تنبلی و روزمرگی هیچ وقت نمیتونیم یک پژوهشگر قابل نامیده بشیم.
وقتی که من میگم سخت گوش باشه یعنی چی؟ آقای دکتر اگه یادتون باشه یک سخنرانی از دانشگاه هاروارد بود گوش میکردیم، یه تعریفی از سخت کوشی و ارائه مقاله، این دوتا رو با هم دیگه مرتبط کرده بود و داده بود، اگر که شما زحمت بکشید. بله، اون استاد حرف خیلی قشنگی میزد، نمیدونم کدام دپارتمان دانشگاه هاروارد بود، میگفت که کسی میتونه مقاله بسیار آبرومندی بنویسه، حتی بسیار آبرومند نه، یه مقاله آبرومند، مقاله که فقط آبروی محقق نره، در سطح خیلی بالا هم نباشه، اون شخصی میتونه مقاله بنویسه که به مدت یک سال و نیم روزی 7 ساعت برای بجوری خودش تمرکز کنه، فکر کنه، تفکر کنه. ولی خانم دکتر شما خودتون دیدید، زیاد تو دانشجوی خودتون هم دیدید، خب یا توی دپارتمان هایی که رفتی یا جایی که میدیم، شخص دو تا مقاله رو دیده میخواد مقاله سومی می‌نویسه به نام خودش. آخه مگه میشه من برم دو تا مقاله رو ببینم، از روی اون نگاه کنم مقاله سومی رو بنویسم در کوتاه‌ترین زمان؟ یا مثلا متاسفانه و شاید بعضی از همکاران ما در دانشگاه‌ها و بعضی از اساتید، ترم شروع شده، مهر مثلا 20 مهر ترم شروع شده و بعد آبان استاد داره درس میده یا اون مدرس، آذر درسش تموم میشه میرسه به دی، به دانشجوی تحصیلات تکمیلی میگه که شما تو 2 ماه دیگه باید مقالت رو آماده کنید. خب این موقع بعضی موقع دانشجو هم مقصر نیست، چون زمان نداره که در 2 ماه 1 ماه داده رو جمع آوری کنه، آنالیز کنه مقاله. من خیلی خواهش میکنم و اینکه بعضی از مدرسین، بعضی از اساتید فرصت بدن به دانشجو، فرصت بدن به محقق، فرصت بدن به پژوهشگر که زمان زیادی رو داشته باشه که بتونه پژوهش رو بنویسه. این چقدر به این موافقید یا نه؟ کاملا موافقم. یعنی اول باید این استاد توجیه بشه که مقاله رو چجوری میشه بنویسی. مقاله که فقط اینجوری نیست که بشینیم 4 تا مقاله بخونیم همه چی رو سر هم بزنیم. متاسفانه الان اینجوری یعنی انجام میدن، متاسفانه کار اشتباهی که میکنن. یا اینکه خانم دکتر اصلا در بحث جمع‌آوری دیتاها که ما قراره پژوهش انجام بدیم خیلی زمان میبره. بله، تا اینکه یه داده قابل اعتماد و خب همین میشه دیگه. وقتی که من به عنوان یک مدرس به دانشجو بگم 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه وقت مقالات میره دیتا سازی میکنه. خیلی راحت. متاسفانه الان همه یه کارا دیتا سازی شده که یه عرف شده که نباید عرف بشه، نباید این باب بشه. اینم اگه به عنوان یه عادت شد دیگه نمیشه ریشه کنش کنی. یادم میاد یه داستان میخوندن، یه بار یه حکیمی داشت با شاگردش توی جنگل میرفت، حکیمه به شاگردش رو کرد و گفت این بوته های علف رو بکن و این شاگرد بوته علف رو به راحتی کند. یکم جلوتر رفتن، حکیمه به این شاگردش گفت که این کاهو رو در بیار، مثلا به عنوان مثال، خب به زحمت در میاد نسبت به این علف. جلوتر رفتن، حکیم رو که به اون دانشجو یا به اون شاگردش گفت که حالا این درخت بلوط رو از جا در بیار. شاگرد یه نگاهی به درخت بلوط که با تعجب به حکیم گفت که یا حکیم این که نمیشه در بیاری، این که خیلی سخته. حکیم گفت این دقیقا مثل عادتهای شما میمونه، هر عادتی که ریشه دوان، اول علفه، بعد میشه بوته، بعد میشه درخت و بعد نمیتونیم ما تو جامعه ریشه کنیش کنیم. و بعضی موقع این بعضی از عادتهای غلط پژوهشگری مرسوم شده بسیار از محافل آکادمیک، نه در ایران، حتی در جهان، در بعضی از کشورها، و دیگه قابل ریشه‌کن نیست. برای اینکه ریشه‌کن کنی نیاز به یک نهضتی داریم که اون راه بیفته و این پژوهش خیلی اصلا داستان خیلی در واقع اساسی شروع کنیم، یعنی از پایه برنامه ریزی شده کار کنیم تا اینکه این عادت‌های غلط جاشونو به عادت‌های درست بدن.